کسی که مذهبی تقلید نکنه، نه که مرتکب گناه کبیره شده، مرتکب هیچ گناهی نشده. ابو حنیفه از مذهبی تقلید نکرد، مالک نکرد، شافعی نکرد، جعفر نکرد، هیچ کدوم از مذهب تقلید نکردن. مردم باید پیرو کتاب سنت باشن. خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دوست لعنت بر این تقلید باد. اما در این مورد نباید افراد کرد، به این معنا که مذاهب اربعه مذاهبی هستند که برای رسیدن به کتاب سنت کوشش کردن، به درجه شبه تکامل رسیدن، کتاب مفتابهی دارن. در جوامعی که این مذاهب رایج مردم پیروی کردن، نمیگیم که مشرکان، نمیگیم که نخیر، اما خداوند برشون سخت نگرفته، اما برشون آسان گرفته. لیکن عالمان هستند که نباید از یک مذهب پیروی کنند. این کار، این اشتباه عالمانه. در اصطلاح اصولیان هر عالمی که مقلد باشه اون جز علما حساب نمی کنند. مقلد یک مذهب باشه اون اصلا در اصطلاح اصول فقه اون عالم نمی دونن. و عوام از هر عالمی که سوال کردند کتابه کتاب سنت سقه بهش جواب داد، مسئولیتش برداشته شده. اون احتیاط بکنه که اون عالم با تقوایی باشه، عالمی باشه، دروگو نباشه، نمیدونم نوکر و مزدور نباشه، یکی به شکل عام. و این از یک طرف. از طرف دیگه هم از میان مذاهب کسی که خودش طالب علمه نباید دنبال آسان‌ترین ها باشه، این هم خیلی بده. اگر تو در خود این مذهب کلام خیلی اختلافه، اندکی حتی به این گفتن که نخیر آقا هر مذهبی آسان‌ترینش رو انتخاب کنه چه اشکال داره، ولی این حرف درست نیست. جمهور اصولیون در خلاف این حرف هم. ما انسان با تابع باشه، ولی تابعیت از کتاب و سنت خیلی راحت تر تابعیت از یک مذهبه. چه به قول شیخ بن باز، چرا ما از ابتدا مردم درشون اختلاف میندازیم، فلانی چون گفته فلانی چون گفته؟ اول کتاب و سنت بگیم، بعد آرای دیگران ضروری بود ذکر بکنیم.